اگر شما علاقه من به واکین فینیکس هستید یا میخواید بدونید برترین فیلم های این بازیگر کدوم فیلم ها هستند، ادامه این ویدیو رو از دست ندید. در این تاپ 10 سینمایی شما رو با بهترین فیلم های این بازیگر خلاق و سرشناس آشنا میکنیم. قبلش اگر شما علاقه من به دنیای جذاب سینما هستید و هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، این چنل رو سابسکرایب کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و زنگوله این چنل رو روشن کنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. شماره 10. تو هیچ وقت واقعاً اینجا نبودی. محصول سال 2017. این فیلم جنایی دیدنی در سال 2017 توسط لین رمسی نویسندگی و کارگردانی شده. به همراه واکین فینیکس بازیگران دیگه ای مثل جودیت رابرتس، اکاترینا سامسونوف و جان دومان در این فیلم رازآلود درام ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم درباره یک مأمور FBI با شرایط روحی نامتعادله که توسط یکی از دوستانش مأمور میشه تا دختر روبوده شده ای رو پیدا کنه. شماره 9. دو عاشق، محصول سال 2008. این فیلم عاشقانه جذاب توسط جیمز گری در سال 2008 نویسندگی و کارگردانی شده. علاوه بر واکین فینیکس، بازیگران دیگه ای مثل گوینرت پالترو، مونی ماشونوف و ایزابلا روسلینی در این فیلم درام ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم درباره مردیه که بعد از یک رابطه ناموفق به خانه ناپدری و مادرش برمیگرده و در اونجا دوباره عاشق دختری میشه، اما ناپدری و مادرش دختر دیگه ای رو براش در نظر گرفتن. شماره 8. برادران سیسترز، محصول سال 2018. این فیلم وسترن جنایی تماشایی در سال 2008 توسط ژاکو آدیارد ساخته و کارگردانی شده. ستارگانی مثل جان سی رایلی، جیک جینلهال و ریز احمد در کنار واکین فینیکس در این فیلم دیدنی ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم که در سال 1850 اتفاق میفته، درباره یک جوینده طلاست که توسط دو قاتل معروف به نام برادران سیسترز تحت تعقیب قرار میگیره. I asked if there was anything in the name of John Morris. And there it is. American River, Folsom Lake, bingo. Now we know where they're heading. شماره 7. قلم‌های پر، محصول سال 2000. Your man of science. I shall need an office on the ground somewhere to store my things. This way. Why has the emperor taken such sudden interest in my... این فیلم بیوگرافی دیدنی در سال 2000 توسط فیلیپ کافمن ساخته و کارگردانی شده. به همراه واکین فینیکس بازیگران دیگه ای مثل جفری راش، کیت وینسلت و مایکل کین در این فیلم خوش ساخت که در سه بخش مراسم اسکار نامزد دریافت جایزه شده ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم درباره نویسنده بدنامه که به خاطر فسادهای اخلاقی و جنسی با حکم دادگاه به یک تیمارستان تبعید میشه، اما اون در این تبعید شروع به انتشار نوشته هاش میکنه. Don't flatter yourself, Marquis. Not the Antichrist. Nothing but a malcontent who knows how to spell. شماره 6. هتل رواندا، محصول سال 2004.
این فیلم که در لیست 250 فیلم برتر جهان در سایت IMDb قرار داره، توسط تری جورج در سال 2004 نویسندگی و کارگردانی شده. علاوه بر واکین فینیکس، بازیگران دیگه‌ای مثل دان چیدل، سوفی اوکونیدو و نیک نولتی در این فیلم بیوگرافی و تاریخی هیجان انگیز ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم درباره بالا گرفتن خشونت و خصومت‌های قومی در بین چند قبیله است که در این بین مردی به نام پول زخمی‌ها و کشته‌های این نزاع وحشتناک رو در هتل خودش پناه میده، اما دچار دردسرهای بزرگ و خطرناکی میشه. David, the shit's going down outside these walls. We gotta cover it. We're not leaving the hotel grounds unless we have an armored car. That's the ground rules. شماره 5. مرشد، محصول سال 2012. Well, I just would have ended there. این فیلم درام بسیار دیدنی توسط پول توماس اندرسون در سال 2012 نویسندگی و کارگردانی شده. ستارگان مطرحی مثل فیلیپ سیمور هافمن و ایمی آدامز در کنار واکین فینیکس در این فیلم خاص و جذاب ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم درباره یک سرباز سابق نیروی دریاییه که بعد از جنگ جهانی دوم به خونه برمیگرده و در نظرش شاهد اتفاقات عجیب و وحشتناکی میشه. اون سعی میکنه اعتقاد و باوری تازه پیدا کنه که وارد ماجراهای جدیدی در زندگیش میشه. Do you regret this? No. What are you running from? Maybe hurt a man, I think. Maybe he's dead, I don't know. Where? In Salinas, he stole a batch of my booze and he drank it. شماره 4. او، محصول سال 2013. Really closer, like when I talk to her, I feel like she's with me. You know, and like when we're cuddling, like at night when the lights are off and we're in bed, I feel cuddled. این فیلم معناگرا و دوست داشتنی توسط اسپاک جونز در سال 2013 نویسندگی و کارگردانی شده. به همراه واکین فینیکس، ستارگانی مثل ایمی آدامز، رونی مرا و کریس پرات در این فیلم عاشقانه علمی تخیلی متفاوت ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم از این قراره که تئودور برای رهایی از تنهایی تصمیم میگیره یک سیستم عامل جدیدی رو که برای پاسخگویی به نیازهای روحی انسان طراحی شده خریداری کنه، اما به سرعت با این هوش مصنوعی ارتباط برقرار میکنه و به اون وابسته و علاقمند میشه. شماره 3. گلادیاتور، محصول سال 2000. I will give the people the vision of Rome and they'll love me for it. And they'll soon forget the tedious sermonizing of a few dry old men. یکی از ماندگارترین و پرافتخارترین فیلم‌های سینمای جهان که در لیست 250 فیلم برتر جهان در سایت IMDb قرار گرفته. این فیلم کارگردانی ریدلی اسکات در سال 2000 ساخته و کارگردانی شده. از ستارگانی که در این فیلم به همراه واکین فینیکس ایفای نقش کردند میشه به راسل کرو، کانی نیلسن و اولیور رید اشاره کرد. خلاصه داستان این فیلم از این قراره که یک ژنرال رومی مورد خیانت قرار میگیره و خانوادش توسط یک شاهزاده فاسد قتل عام میشه. این ژنرال بیباک و شجاع برای انتقام به عنوان یک گلادیاتور به روم برمیگرده و وارد نبردهای مرگاور و کشمکش‌های زیادی میشه. Do you think I'm afraid? I think you've been afraid all your life. Unlike Maximus the Invincible, who knows no fear. شماره 2. سر به راه باش، محصول سال 2005. یک فیلم تماشایی دیگه با حضور واکین فینیکس که توسط جیمز منگولد در سال 2005 ساخته و کارگردانی شده. علاوه بر حضور دیدنی واکین فینیکس در این فیلم بیوگرافی و موزیکال جذاب، ستارگان دیگه ای مثل ریز ویترسپون، جنیفر گودوین و رابرت پاتریک در این فیلم ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم از این قراره که جانی علاقه بسیار زیادی به موسیقی کانتری پیدا میکنه
و اولین ترانه خودش رو به هنگام خدمت در نیروی دریایی در آلمان می نویسه و دچار تحول‌ها و اتفاقات زیادی در زندگیش میشه. قبل از اینکه فیلم شماره 1 رو خدمت شما معرفی کنیم، پیشنهاد میکنیم قسمت‌هایی از دو فیلم دیگه از این بازیگر رو در این شماره تماشا کنیم. Look, I really wish I could help you guys out, but I can't figure if you're so focused on the Black Panthers and what's with your interest in Mickey Wolfman. شماره 1. جوکر، محصول سال 2019. What is it with you people? You say that stuff about my mother? She's crazy. از ماندگارترین جوکرهای سینمای جهان که با نقش آفرینی اون توسط واکین فینیکس جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برای اون برمغان آورد. این فیلم که در لیست 250 فیلم برتر جهان در سایت IMDb قرار گرفته، توسط تات فیلیپس ساخته و کارگردانی شده. به همراه بازی درخشان واکین فینیکس، ستارگان و بازیگران دیگه‌ای مثل زازی بیتس، فرانسیس کانروی و رابرت دنیرو در این فیلم روانشناسانه درام و جنایی ایفای نقش کردند. خلاصه داستان این فیلم که در دهه 80 میلادی در شهر گاتهام اتفاق می‌افته، درباره یک کمدین شکست خورده ایه که با درگیر شدن در اتفاقاتی تبدیل به یک انسان بیره، ترسناک و جریانساز میشه. در این ویدیو شما رو با بهترین فیلم های واکین فینیکس آشنا کردیم. امیدواریم از این ویدیو لذت برده باشید و لایک این ویدیو رو فراموش نکرده باشید. تمام فیلم‌های معرفی شده در این تاپ 10 بر اساس تحقیق تیم سینما افتاد و نظر کارشناسان و علاقمندان بین المللی سینمایی قلچین شده و در این تاپ 10 قرار گرفتند. شما هم میتونید بهترین فیلمی که از این بازیگر تماشا کردین رو زیر همین ویدیو کامنت کنید. و در انتهای این ویدیو دو ویدیوی جذاب سینمایی دیگه از همین کانال رو خدمت شما پیشنهاد میکنید.